بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بنا شد ما هممون رو هم واحد قرار بدیم، توجهمون رو به یک امر معطوف بکنیم، اینجوری قدرتمون هم بیشتر میشه، تمرکزمون بیشتر میشه، امکان برنامه ریزیمون بهتر خواهد شد که در مقدمه جلسه قبل عرض کردم خدمت شما. منتها اجازه بدید من روایتش رو هم برای شما بخونم که در این زمینه تصریحی دارن از در حدیث قدسی خداوند متعال می‌فرماید یا احمد و اجعل همک همن واحدا و اجعل لسانک واحدا. به پیامبر گرامی اسلام خداوند متعال در حدیث معراج می‌فرماید که هم تو هم واحد قرار بده، زبان تو یک زبان قرار بده، به یک نقطه توجه بکن که قفلت از اون نقطه طبیعتاً صدمات زیادی میزنه که بعد در عبارات بعدی می‌فرماید که من غفل عنی لا ابالی به ای وادن هلک، کسی از من غفلت پیدا بکنه من دیگه برام مهم نیست که اون در کدام وادی به هلاکت برسد. خب غفلت از خداوند متعال نداشتن و توجه به خداوند متعال داشتن باید به همین شیوه باشه که انسان یک توجه پیدا بکنه و به یک نقطه بیشتر توجه نکنه. این مقدمه رو که جلسه قبل گفتیم این جلسه تکرار کردم با این روایت شریف که به بحث شیرین امشبمون برسیم. شیرین چرا میگم؟ مبارزه با هوای نفس بالاخره یه تلخی داره، یه مبارزه است، مبارزه با شیرینی ها هم هست. هوای نفس بالاخره شیرینی خاص خودشو داره. وقتی که انسان بخواد این مبارزه‌ای که تا حدی تلخ هست و شیرین بکنه باید چیکار کنه؟ نه اینکه شیرینش بکنه بلکه خیلی شیرینش بکنه. چیکار باید بکنه؟ واقعش این است که مبارزه با هوای نفس در یه مرحله‌ای مساوی میشه با یه مفهوم بسیار برجسته‌ای به نام اخلاص. و اخلاص همون جور که غایت دین هست، نهایت دین اخلاصه، همون جور همه شیرینی های دین رو در خودش داره. مثل چای تلخی که شکر ریختندش تهش به هم نزدن، هرچی میخوری کم کم میرسی به اون قسمت های شیرین ماجرا. شما دینداری که بکنید، دینداری مسلماً شیرینی هایی داره برای خودش. ابتدا ممکنه این دینداری شیرینی خودشونشون نده، ولی به نقطه اوج دینداری که آدم برسه به شیرینی هاش خواهد رسید. بحثی در دین شیرین تر از اخلاص نداریم. نه بحث شیرین باشه ها، حقیقتش شهدی شیرین تر از اخلاص وجود نداره. همه قسمت های دین رو در نظر بگیرید، عدالتش چقدر خوبه، فضائلی که در دین توصیه میشه اینا همه چقدر خوبن، محبت توصیه میکنه، تواضع توصیه میکنه، همه اینا خوبن. مخصوصا که آدم خودش اینا رو نداشته باشه، دیگران با آدم این خوبی ها رو بکنن چقدر شیرین میشه. همه با آدم متواضع باشن، مهربون باشن، بهشت میشه برای ما. حالا درسته ما برای دیگران زندگی رو جهنم میکنیم، ولی اطرافیان ما خوب باشن اونا زندگی رو برای ما بهشت میکنن. خودمون اگر آدم های خوبی باشیم چی؟ هر کدوم از این تواضع، مهربانی، سخاوت، اینا لذت هایی دارن.
شکم سیر کردن چقدر لذت داره، آدم کیف میکنه از این که میبینه که شکم چند تا گرسنه رو سیر کرد. ولی واقعا شیرین تر از همه اینا چیه؟ شیرین تر از همه اینا اونه که انسان به روحیه اخلاص دسترسی پیدا کنه، یگانه بشه روحش، توجه قلبش به یه طرف معطوف بشه. اینجا حقیقت دین چشیده میشه، اینجا اوج شیرینی دین چشیده میشه. در کنارش هم هیچی دیگه شما نمیتونی بذاری، بگی آقا فلان چیزم هست که اینقدر شیرینه، یکمی کمتر شیرینه، ولی همین نزدیکی هست، اصلا هیچی باش قابل مقایسه نیست. اخلاص شیرینی دینه. وقتی اخلاص غایت دینه، نهایت دینه، آخر دینه، یکی از لوازم این حرف اینه که الاخلاص و غایت و دین، یکی از لوازمش اینه که شیرین ترین بخش دینم هم همینه. از نظر روانشناختی هم شما نگاه بکنید، انسانی که چند چیز میخواد، انسانی که خودشو میخواد، این انسان کلن ناراضیه، کلن آرام نیست، کلن زندگی شیرین نیست. حادثه هایی هم براش پیش میاد، یکی پس از دیگری تلختر میکنه زندگیشو، هر حادثه ای میتونه زندگی او رو تلخ بکنه. اما انسانی که یه چیز خواست و اون خداست و دیگه چیز دیگه ای کنارش نخواست، حتی خودشو، این زندگی شیرین میشه، از پراکندگی در میاد بیرون. لازم نیست شما به خدا معتقد باشید تا این حرفو عمیقا درک بفرمایید، نه، کسی به خدا معتقدم نباشه، خوب این معنا براش ترسیم بشه، این شیرینی دین رو خواهد چشید. کسی که اهل اخلاص نیست چقدر درمانده است، چقدر مسکین و داغونه، چقدر تصادفیه، چقدر روان پریشه، چقدر بیچاره است. اصلا شما آدم مخلص و با آدم غیر مخلص مقایسه نکن، مثل اینکه مثلا حیوانات رو بخوای با فرشته ها مقایسه بکنی، اصلا فرشته کجا حیوان کجا، خیلی فرق میکنن. حالا در مثل مناقشه نیستا، حیوان ها بسیار کمن سطحشون، فرشته ها بسیار سطحشون بالاست. خب در مورد اخلاص بذارید بعدن صحبت کنیم انشاءالله. اما رابطه اخلاص با مبارزه با هوای نفس، اونم با مبارزه با هوای نفس پنهان چیه؟ وقتی که معصیت نکردی، بخشی از بدیهای پنهانت رو میاد. بعد از معصیت گفتیم خلاف مروت هم انجام نده، نامردی هم نکن، نامردی نکن با گناه نکن، تو من نه قرون فرق معاملشه. ممکنه گناه نباشه واقعا، اما یه جوری برای خودت داری توجیه میکنی این نامردی رو، نامردی نکن. مروت آدم بخواد داشته باشه، بالاخره یه جوری دیگه برخورد میکنه. این هم مرحله دوم، عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. وقتی کسی بخواد خودشو درست بکنه، کبائر یعنی گناه‌های بزرگ خودشون نشون میدن. شروع که میکنی خودتو درست بکنی، گناهات رو میان. عجب، بعضیا توی مرحله‌ای علاقمند میشن به خوب شدن، قشنگه اون لحظه خواستگاری و بالاخره بره برون با خداست و اینها. بعد شروع که میکنن یه دفعه با یه فجایعی روبرو میشن، فجایعی که از درونشون هم نشأت گرفته، چه گناهای بزرگی رو مرتکب میشن، فکر میکنن طرحشون به هم ریخت. ای بابا ما خواستیم خوب بشیم، بدتر آدم بدی شدیم که، ما چی همچی جنایتهایی رو میاد. وقتی کسی بخواد باطن خودشو، ضمیر خودشو پاک کنه، گناهاش رو میاد. بعد وایسته مقاومت کنه، بزنه، استغفار کنه، بالاخره
این اون مرحله اول که من عرض کردم که برای اینکه بدیهای پنهان از بین بره، مرحله اول گناه نکنیم تا این پنهانی ها رو بشه. فقط قرار از این نیست که شما همین گناه رو نکنی، نه، اون نفست خودش رو نشون میده. انشاءالله هممون موفق بشیم به فهمیدن اون بدیهای پنهان در نفس و اونا رو درست بکنیم. خب این مرحله اول. مرحله دوم تصمیم میگیریم نه تنها معصیت نکنیم، نامردی هم نکنیم. حالا این تو سبک زندگی خصوصا خیلی باید مورد بحث قرار بگیره، کجاها نامردیه. مثلا از ماشینه بد راه نمیداد، سبقت گرفتی، حالا اون راه میخواد، بزن کنار بزن بره، عجله داره دیگه. بررسی نکن، چرتکه ننداز، محاسبه نکن، نخوای عقابش کنی. حالا تو صحرای محشر نیست، جناب عالم پروردگار عالم نیستی، حسابشو برسن روش کم بشه. حالا شما نمیخوای روی همه را کم بکنی، نه آخه دیدی چجوری اذیت کرد، باش اینجا نامردی نکن دیگه، اینجا قشنگه. او خدو انداخ بر روی علی، او وقتی که آب دهان به صورت مبارک امیر المؤمنین پرتاب کرد، حضرت برعکس همون لحظه باهاش با مدارا برخورد کرد. شما مروت رو به اوج برسون. آدمایی که اهل جوان مردیان ناب، اینجا بدیهای پنهان رو از بین بردی. اون نامردی هایی که تو دل آدم یه ذرهش یه دفعه بروز پیدا میکنه، آدم دیگری رو نمیبینه، خودش رو میبینه، دوست داره خودش رو شفا بده، سینه خودش رو شفا بده. در یک روایتی هست میفرماد یکی از جایی که بخشی از بدیهای پنهان آدم رو میشه هنگام غضبه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد هنگام غضب کینه ها رو میشن. خب پس ما در بدی خودمون، در پنهان خودمون، در نهانخانه دل خودمون یه سری بدی به نام کینه هایی پنهان کرده بودیم. هنگام غضب اینا رو میشن. به هر حال دو تا کار رو مراقبت بکنیم تا باطن پاکی پیدا کنیم. وقت باطن پاک که میدونید به چه دردی میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، همین باطن پاک اون دنیا به درد میخوره. همه این کارا رو میکنیم برای اون باطن پاک. و کسی هم بگه باطنت پاک باشه ظاهر رو ول کن، خب اونم داره خالی بندی میکنه، اونم خودش رو سر کار گذاشته. همه این ظاهر رو ما بهش میپردازیم تا اون باطنه رو پاک بکنیم. مرحله سوم چیکار کنیم؟ یک، ترک معصیت کنیم. تو ترک معصیت این بدیا رو میاد بزنش. دو، ترک نامردی بکنیم، مروت رو رعایت بکنیم. در مقام مروت به خرج دادن این بدیهای پنهان آدم رو میاد بزنش، موفق بشی انشالله. خب سوم چی کار کنیم؟ مخلص باش. وقتی میخوای مخلص باشی یکی یکی اون بدیا میاد رو، اژدهای هفت سر پیداش میشه. بابا شما لامصبا کجا بودید؟ من فکر میکنم آدم نسبتا خوبیم. نسبتا خوبی هستی، ولی حالا ما بهت ثابت میکنیم اصلا خوب نیستی. وقتی آدم میخواد مخلص بشه تازه میفهمه چه اژدهاییه. اوه اوه اوه، چه وحشتناک. هنگام پیدا کردن اخلاص است که انسان بدیهای پنهان خودش را پیدا می کند. هنگام رعایت اخلاص و نیت قربت الله خالصانه است که انسان بدیهای پنهان خودش را می بینه. این فضا خیلی عارفانه تر، نورانی تر، قشنگ تر از اون دو تا فضای قبلیه. ترک معصیت خب خیلی عالیه، ولی فضاش بالاخره ترک معصیته. اینجا ترک غیر خداست. ترک نامردی اونم فضاش قشنگه، خیلی زیباست، ولی اینجا نه ترک نامردی، ترک غیر خدا میکنی. اخلاص یعنی ترک غیر خدا. رعایت که میخوای بکنی اخلاصو، تازه این اژدهای هفت سر خودشو نشون میده، تازه میفهمی
اوه 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 با کی مواجهی؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماید ان اخوف ما اخاف على امتی الاشراک بالله، مهمترین چیزی که میترسم برای امت خودم، پیامبر گرامی اسلام میفرماید مهمترین چیزی که میترسم شرک به خداست، شرک آوردن به خداست. اما انی لست و اقول و یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، من الان اینو نمیگم که میترسم از این که کسی بره خورشید رو بپرسته، ماه رو بپرسته، بت رو بپرسته. من از شرک آوردن به خدا منظورم پرستیدن خورشید و ماه نیست، ولکن اعمالا لغیر الله، از این میترسم امت من عمل انجام بدن نه برای خدا. و شهوتن خفیه، به خاطر اون شهوت مخفی کار انجام بدن. این نقطه مقابل شهوت مخفی میشه اخلاص، نقطه اخلاص میشه مقابل شهوت مخفی. وقتی میخوای اخلاص ببرزی اون شهوات مخفی خودشون رو نشون میدن. خب بازم از این روایت ها درباره رابطه این دوتا هست که بخوام بخونم. بگذارید در مورد این اخلاص یک کمی دقیق‌تر توضیح بدیم، حداقل یه جمله از یک روایتی از مشکات الانوار از پیامبر گرامی اسلام، تا معلوم بشه ما تو پنهان خودمون چیا داریم. ان لكل حق حقیقه، هر حقی یه حقیقتی داره، هر امر حقی، هر امر درستی یه حقیقتی داره، یه رازی درش هست، یه نورانیتی، یه گوهری درش هست. و ما بلغ عبد حق حقیقت الاخلاص حتی، و کسی به حق حقیقت اخلاص نمیرسه، چون خود اخلاص یک امر حق دیگه، بخوای به گوهر اخلاص برسی چجوریه؟ حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل الله، به اخلاص نمیرسه آدم مگر زمانی که دوست نداشته باشه کاری که به خاطر خدا کرده کسی ازش تعریف کنه. دیگه نشد حاجا، نمیشه دوست نداشته باشه، آدم دوستت که داره که دیگه خوشش میاد دیگه، میگن بارک الله تو بچه خوبی هستی، آدم خوشش میاد، میاد دیگه، دست خدا آدم نیست که، همینجوری میاد، خودش میاد. فرمود باید ناراحت بشی. آقا آخه ناراحتی و خوشحالی که ارادی نیستش که، این میاد خوشمان اومد، آه اومد، دیدی آه تموم شد، دست خدا آدم نیست. فرمود به حقیقت اخلاص نمیرسی مگر زمانی که ناراحت بشی، چرا کس دیگه هم من تعریف کرد، چرا کسی هم من خوشش اومد به خاطر این کار. ای بابا که یادم به اینجا میرسه. فرمان این حقیقت اخلاص. ببینید ما چیا تو خودمون پنهان کردیم که نمیتونیم به این سادگی به حقیقت اخلاص برسیم. اونا هوای نفس پنهانن، اونا هوای نفس پنهانن. هوای نفس پنهان آدم رو بی‌حوصله میکنه، حوصله نداره آدم. هوای نفس پنهان آدم رو غضبناک میکنه. هوای نفس پنهان تمرکز آدم رو میگیره. هوای نفس پنهان خلاقیت رو کاهش میده، نمیگم مطلقا از بین میبره، کاهش میده. هوای نفس پنهان خیلی آدم بدبخت میکنه، خیلی بیچارگی ها میاره، چیزایی که ما باش چیزایی رو از بین میبره که ما برای زندگی روزمره خودمون بهش نیاز داریم، ولی هوای نفس پنهان همه اینا رو از بین میبره. پدر و مادرها تو 7 سال اول باید به بچه ها محبت کنن تا در 7 سال دوم وقتی مخالفت کردن با هوای نفس بچه، بچه ازشون بپذیره، بگیم مامان من بابای من 7 سال منو بوسیدن، نوازشم کردن، ثابت کردن به من که منو دوست دارن، الان یه چیزی میگن من قبول میکنم ازشون، دعوا نمیشه. ولی ما تو اون 7 سالی که بچه باید ریاضت بکشه، بندگی بکنه،
از اول ابتدایی تا 7 سال بعدش میگیم حالا ولش بکنیم، الان بچه خوبی هم هست، چرا ریاضتش بندازیم؟ ریاضتش هم نندازیم بد نیست، یک مرگ خاموش برای روح بچه اتفاق میفته. بعد از 14 سالگی آثار این که شما 7 سال ریاضت ندادی بچه را یکی یکی خودشون نشون میده، میگه من چرا بچه‌ام نماز نمیخونه، چرا حرفم گوش نمیده، چرا رفت دنبال گناه، چرا اینجوری شد، هرچی نصیحت میکنم گوش نمیده، دعوامون شده. عزیزم الان که نباید این کارو بکنی، خب حتما یه زمانی یه کاری کرده اینجوری شده. اون زمان چی بوده؟ 7 تا 14 سال. گل دختر تو، گل پسر تو ول کردی، آزاد گذاشتی، بهش گفتی هنوز تو ارباب منی، ادبش نکردی. آخه کاری نمی کرد من ادبش بکنم. ببین مگه جنایت باید بکنه تو جلوش وایسی؟ حالا ان شاء الله بعدن جنایت میکنه، جلوش هم نمیتونی وایسی. چقدر ما غفلت داریم از یک طرحهای بسیار دقیق و بسیار روشن و بسیار آسان، بسیار تقریبا بدیهی، و بعد چه ضررهایی میکنیم. مبارزه با هوای نفس، مبارزه با دلم میخوادا، اگر یه رویه، یک عادت، یک خوی قرار بگیره تو جامعه ما، و هم به شما نشون میدم استعدادات چقدر رشد میکنه، حواس ها چقدر جمع میشه، نیروها چقدر، ذهن ها چقدر متمرکز میشه، حوصله ها چقدر افزایش پیدا میکنه. خب ما هوای نفس آشکار رو زدیم، بعد بریم سراغ هوای نفس پنهان. هوای نفس پنهان رو چجوری بزنیم؟ با اخلاص، به خاطر خدا، به خاطر خدا کار کنیم. بذارید یک روایت از روایت های اخلاص برای شما بخونم. ببینید من شما رو دارم دعوت میکنم به چه امر بسیار سختی. میفرماید اما الثلاث التي تخلص الیها، اما اون ستایی که باید خودتو ممحض کنی، تخلص الیها یعنی ممحض کنی براش، یعنی بری عمیق بشی. تخلص الى معرفتک نفسک و تجهر لها بعیوبها و مقتک ایاها، خودتو ممحض کن در این که عیوب نفس نفس خودتو بشناسی، معرفتک نفسک و تجهر لها بعیوبها، عیوبشو براش آشکار کن. بگو لامصب، نامرد، بی حیثیت، تو اینیا، نگاه کن. میفرماد خودتو ممحض کن در این مسئله، امیر المؤمنین علی علیه السلام. و تخلص الى تقوى الله، و خودتو ممحض کن در تقوای الهی، تقوى الله تعالی. و تخلص الى اخمال نفسک و اخفاء ذکرک، اونایی که عربی بلدن لذتشو ببرن، صفاشو بکنن. تخلص الى اخمال نفسک و اخفاء ذکرک، ممحض کن خودت رو، متمرکز کن خودت رو این موضوع که خودت رو حذف کنی و یاد خودت رو از زبانها و ذهنها از بین ببری. من نیستم، کسی از من تقدیر نکند، کسی مرا نشناسد. ممحض کن در حذف خودت. کی این کار؟ من نبودم. کی این کار کرد؟ من. برو سراغ غضب کردن به عیب خودت، مثلا دیگه نا برات نمیمونه. آقا فلانی در حق تو جنایت کرد، بابا ول کن تو رو خدا. بابا چقدر بیخیالی، بیغیرتی. بیغیرت نی، غیرتشو صرف کرده، غیرتشو صرف یه دشمن وحشتناک دیگه کرده دیگه. الان همه گلولهاش اونجا خالی کرده، گلوله نداره بزنه. میگه خب الان بهش بگو درست بشه. بابا داره در حق تو جنایت میگه ولش کن، من یه جنایتکار تر دارم. و باید خودتو ممحض کن در اون، خودتو ممحض کن در تقوای الهی.
مراقبت کردن از امر خدا و خودتو ممحض کن در این که ببین وقتی که میفرماد خودتو ممحض کن در سه چیز، در واقع این سه تا با هم وحدت دارن. آقا برو تو این جاده، برو تو این جاده، برو تو این جاده، آخه نمیشه آقا کدوم جاده برم؟ اینا همش یه جاده است. تقوا، خودتو حذف کنی، خودتو بشناسی، ای بای پنهان خودتو رو بیاری و خودتو حذف کنی. خدایا به حق حضرت زینب کمی از اخلاص حضرت زینب، نمی از اخلاص حضرت زینب به ما عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت زینب کمی از، چون زیادشو نمیگم چون طاقتشو نداریم ما، کمی از اخلاص حضرت زینب سلام الله علیها به ما عنایت بفرما. صلوات خط بفرما.